آیا با مشکلات نعوذ و ناتوانی جنسی دست و پنجه نرم می‌کنی؟ این مشکلات میتونن اعتماد به نفس و عزت نفس مرد رو پایین بیارن و حتی روی روحیش تأثیر بذارن. ولی اگر دنبال یه راه حل طبیعی و مؤثر هستی، شانس در خونت رو زده. به کانال یوتیوب دکتر خوب خوش اومدی، جایی که ما مسائل بهداشتی و پزشکی رو برات ساده می‌کنیم. امروز می‌خوایم بریم سراغ فواید فوق‌العاده تخمه کدو برای سلامتی آقایون. تخمه کدو شاید کوچیک باشه، ولی وقتی بحث مشکلات رایج در بین مردان میاد وسط، حسابی کارآمده. هممون میدونیم که سلامتی جنسی آقایون اون چیزی نیست که بشه نادیده گرفت. امروز میخوایم در مورد مشکلاتی حرف بزنیم که میتونن تاثیر زیادی روی اعتماد به نفس و کیفیت زندگی مردان بذارن. همچنین در مورد علم پشت تخمه کدو و اینکه چطور میتونه یه مکمل غذایی مهم برای سلامت جنسی مردها باشه صحبت میکنیم. پس بدون معطلی بریم سراغ اصل موضوع. اول از همه بیایم در مورد این صحبت کنیم که چرا تخمه کدو برای درمان مشکلات نعوذ مفیده. شاید ندونی، ولی مشکلات نعوذ خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی شایع هستن. مثلا یه تحقیق توی ژورنال جنسی مدیسن نشون داده که 26% مردهای زیر 40 سال از این مشکل رنج میبرن. تخمه کدو از قدیم توی خیلی از فرهنگ‌ها مثل یونان، روم، آسیای باستان و تمدن‌های آمریکایی به عنوان یه تقویت کننده طبیعی میل جنسی استفاده می‌شده. این دونه‌ها توی ترکیب‌های گیاهی و طبیعی برای تقویت عملکرد جنسی نقش مهمی داشتن. حالا بریم سراغ بخش علمی و چند تا از ترکیب‌های موجود در تخمه کدو که باید بررسیشون کنیم و به عنوان یه درمان برای مشکلات نعوذ ببینیم چه کاری انجام میدن. مهم‌ترین اسیدهای آمینه‌ای که توی تخمه کدو به وفور یافت میشه آرژینین و آسپارتاته. برای اینکه بفهمیم چرا آرژینین برای نعوذ اهمیت داره، باید مکانیسم ساده نعوذ رو بشناسیم. بذارید سادهش کنم. در حالت عادی آلت تناسلی شل میمونه، چون عضلات صاف داخل آلت تناسلی جمع شدن و جریان خون تو این عضلات کمه. وقتی آلت تحریک میشه، این عضلات ریلکس میشن، فضاهای بینشون باز میشه و خون میتونه به راحتی بین این فضاها جریان پیدا کنه. در واقع نعوذ توسط باز و بسته شدن عروق خونی کنترل میشه و این فرآیند توسط مواد شیمیایی مختلفی که توی بدن آزاد میشن هدایت میشه. یکی از این مواد شیمیایی اکسید نیتریکه که از لایه داخلی رگ‌ها آزاد میشه و یه وازودیلاتور به اصطلاح و خیلی هم قویه، یعنی باعث باز شدن رگ‌ها میشه و جریان خون رو به یک ناحیه خاص از بدن افزایش میده. اکسید نیتریک نقش مهمی توی نعوذ داره و یکی از مواد شیمیایی کلیدیه که به نعوذ درست کمک میکنه. تحقیقات نشون دادن که تغییرات توی آزاد شدن اکسید نیتریک یکی از عوامل شناخته شده ایه که به مشکلات مختلف نعوذ منجر میشه. حالا برگردیم به اهمیت آرژینین که توی تخمه کدو پیدا میشه و ارتباطش با اکسید نیتریک. اکسید نیتریک وقتی تولید میشه که آرژینین توی بدن به سیترولین تبدیل میشه. پس مصرف تخمه کدو باعث افزایش سطح آرژینین توی بدن میشه که به نوبه خودش باعث افزایش آزاد شدن اکسید نیتریک میشه. وقتی آلت تحریک میشه، اکسید نیتریک عروق خونی موجود در عضلات صاف آلت رو گشاد میکنه و این منجر به یک نعوذ پایدار و مناسب میشه. یه اسید آمینه دیگه هم توی تخمه کدو پیدا میشه، گفتم آسپارتات، که بهش اسید آسپارتیک هم میگن. این اسید به طور طبیعی توی بیضه ها و غدد هیپوفیز مغز ما وجود داره و در این نواحی اسید آسپارتیک تولید و آزاد شدن دو هورمون مهم، یعنی هورمون لوتئینیزه کننده یا LH و تستوسترون رو تنظیم میکنه که اینها هورمون های اصلی مسئول عملکرد نعوذن. پس مصرف تخمه کدو باعث غنی شدن بدن از آسپارتاته که در نتیجه سطح هورمون لوتئینیزه کننده و تستوسترون رو افزایش میده و این بهبود فعالیت نعوذی و پاسخ نعوذی رو به همراه داره. یه سری مولکول دیگه هم توی تخمه کدو پیدا میشه که به عملکرد نعوذ کمک میکنن، مثل ترکیبات فنولیک، مثل اسید هیدروکسی بنزوئیک، اسید کافئیک، اسید فرولیک و اسید وانیلیک. این ترکیبات یه آنزیم به نام فسفودی استراز 5 رو مهار میکنن که این آنزیم وظیفش تجزیه اکسید نیتریک توی عروق خونی ماه. وقتی این ترکیبات فنولیک که توی تخمه کدو هست این آنزیم رو مهار میکنه، اکسید نیتریک تجزیه نمیشه و این باعث میشه مقدار بیشتری اکسید نیتریک توی عروق خونی آلت تناسلی باقی بمونه که در نتیجه عملکرد نعوذی شما بهبود پیدا میکنه. اینها مکانیزم هایی بودن که نشون میدن تخمه کدو چطوری به شکل موثری
به درمان مشکلات نوز کمک میکنه. پس ما نیومدیم حرفای عامیانه بزنیم، به صورت علمی بهتون نشون دادم. یه مشکل دیگه که با مصرف منظم تخمه کدو قابل حله، مشکلات پروستات توی آقایونه که شامل هایپرپلازی خوشخیم پروستات یا همون بزرگ شدنش و حتی سرطان پروستات هم میشه. اخیراً تخمه کدو توی تحقیقات برای درمان هایپرپلازی خوشخیم پروستات و در نتیجه سرطان پروستات مورد توجه قرار گرفته. توی مطالعه که توی آلمان توسط دکتر مارتین لیبراند انجام شد، 60 بیمار با هایپرپلازی خوشخیم پروستات به مدت 12 هفته روزانه عصاره تخمه کدو رو مصرف کردند. جالبه که بعد از 3 هفته علائم بزرگ شدن پروستات شروع به بهبود کرد و تا پایان 12 هفته حدود 30% علائمشون کم شد. آنزیم 5 آلفا ردوکتاز که توی کبد، پوست و پروستات وجود داره، مقداری از تستوسترون تولیدی بدن رو به دی هیدروتستوسترون تبدیل میکنه. دی هیدروتستوسترون توی رشد پروستات نقش داره و نهایتاً به بزرگ شدن پروستات منجر میشه. تخمه کدو این آنزیم رو مهار میکنه و این باعث کاهش تولید دی هیدروتستوسترون در بدن میشه. این اثر تخمه کدو مسئول تأثیر مثبتش روی بزرگ شدن پروستاته. در طول تحقیقاتی که برای ضبط این ویدیو انجام میدادم، به مطالعه جالبم رسیدم که اثرات تخمه کدو رو با داروی تامسولوسین که داروی تایید شده FDA برای بزرگ شدن پروستات مقایسه کرده بودن. با اینکه دارو خیلی موثرتر از تخمه کدو در مدیریت علائم بزرگ شدن پروستات بود، تخمه کدو نتایج تقریبا مشابهی رو داشت بدون هیچ عارضه جانبی. بیمارانی که در این تحقیق تامسولوسین مصرف کرده بودند دچار سرگیجه، سردرد و انزال معکوس شدند، ولی کسانی که تخمه کدو مصرف کرده بودند هیچ عوارض جانبی رو تجربه نکردند. این میتونه به عنوان یه وضعیت برد برد برای بیمارانی باشه که پروستاتشون بزرگ شده، چون مصرف تخمه کدو همراه با درمانهای تجویز شده شون میتونه به شکل مؤثری مشکلات پروستاتشون رو هدف قرار بده بدون اینکه نگران عوارض جانبی باشن. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، میخوام چند ثانیه از وقتت رو بگیرم. لطفاً همینجا لایک رو بزن، یه کامنت انگلیسی هم بذار تا سابسکرایبتون نپره. متاسفانه یوتیوب با فارسی زبان‌های مقدار مشکل دارن، ممکنه سابسکرایب شما بپره. کامنت انگلیسی کمک میکنه که این اشکال براتون پیش نیاد. حالا بیایم در مورد این صحبت کنیم که تخمه کدو چطور میتونه تعداد و حرکت اسپرم رو توی آقایون افزایش بده. دو اثر قبلی که در موردشون صحبت کردیم بیشتر روی جمعیت مسن تمرکز داشتن تا جوونا، ولی در واقع نسل فعال جنسی چیزای بیشتری از تخمه کدو به دست میاره. تخمه کدو مدت هاست که به خاطر نقش مهمش در افزایش تعداد اسپرم، میل جنسی و حرکت اسپرم مورد مطالعه قرار گرفته. یه حقیقت شناخته شده اینه که سطح پایین روی در بدن معمولا باعث ناباروری و کاهش تعداد اسپرم توی آقایون میشه. اثر بخشی تخمه کدو در درمان ناتوانی جنسی به محتوای غنی از روی، منیزیم و سلنیوم موجود توی اون نسبت داده میشه. این مواد معدنی به ویژه روی و منیزیم تولید اسپرم رو توی آقایون تحریک، تقویت و بهبود میبخشن. نباید تعجب کنه که تخمه کدو بین 10 غذای غنی از روی و منیزیم قرار داره. همچنین به یاد داشته باشید که قبلا توی ویدیو گفتیم که اسیدهای آمینه موجود در تخمه کدو باعث تحریک آزاد شدن هورمون لوتئینیزه کننده و تستوسترون توی بدن میشه. سطوح مناسب این هورمون ها برای تولید صحیح اسپرم توی آقایون ضروریه. تخمه کدو همچنین منبع بسیار خوبی از اسیدهای چرب اومگا 3 به ویژه اسید آلفالینولنیک. اسید آلفالینولنیک یه اسید چرب ضروریه که بدن نمیتونه خودش تولیدش کنه، پس باید از طریق رژیم غذایی به دست بیاد. تحقیقات نشون دادن که مصرف اسیدهای چرب اومگا 3 میتونه کیفیت و حرکت اسپرم رو بهبود بده و همچنین به کاهش التهاب توی بدن کمک کنه. التهاب به طیف وسیعی از مشکلات تولید مثلی از جمله اختلال نعوظ و تعداد کم اسپرم مرتبطه. انجمن قلب آمریکا توصیه میکنه که روزانه حداقل 30 گرم تخمه کدو رو به عنوان بخشی از یه رژیم غذایی سالم مصرف کنید. یه راه آسون برای اضافه کردن این دونه های فوق‌العاده به رژیم غذاییتون اینه که اونها رو به صورت بوداده مصرف کنید یا اینکه به سالاد، اسموتی یا حتی ماستتون اضافه کنید. مهم نیست چطور مصرفش میکنید. تخمه کدو انتخاب فوق‌العاده برای سلامتی جنسی و سلامت کلی بدنتونه. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که اطلاعاتی که بهتون دادم براتون مفید بوده باشه. اگر از این ویدیو خوشت اومد لطفا لایک رو بزن، توی کانال ما هم عضو شو، سابسکرایب رو بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندیم. مرسی از همراهیت. تا ویدیو بعدی مراقب خودت باش. یا حق.